عروس گل من، صبح به این زودی اینجا چی کار میکنی تنها؟ خیلی وقته که نامدارو بچه ها نخوردن از دست بخت من. مهمون پروری شما هم که دیگه حسابی تنبل کرده ما رو. مهمان شدی که راحت باشی، با این همه خدمه نبینم دست بزنی به سیاه و سفید. آخه دوست دارن پخت و پز من باشه. خب که چی؟ منم دوست دارم. حریسه؟ بله، با شیر بزه. نون زنجبیلی، نون شیرمال. دوست دارم مشغول باشم خانم بزرگ. وقتی کار نباشه حوصله‌ام سر میره. به شرطی که حرف برگشت نشنوم. خان هنوز خوب نشده. خب بالاخره جا هم نباید تنگ کنیم بر بقیه. ببینم این حرفو کی انداخته دهن تو؟ نه من چیزی نشنیدم خانم بزرگ. ولی خب صلاح نیست مثلا یغما خانم نمونه اینجا. خب منم صلاح نمیدونم، ولی درد اون یه چیز دیگه است. بچه ها کمتر باشن برمیگرده یغما. دختر تفنگچی آواسی درباری حساب میکنه خودشو. درد اینا فیس و افاده است. خوب نیست بری پیش کوکب خانوم. ادعا میکنه پدرش رو به قوام سپرده. گفتین قوام، چهار ستون بدنم لرزید به خدا. میخوای بگی کار قوام بوده؟ باور کنین هر چی گذشته بیشتر شده اطمینانم. ما هر چی از اینا دورتر باشیم بهتر خانم بزرگ. ایفای نونم سوخت. بابا این برادر ما در مجلس خوانین بویا قد علم کرده مقابل قبل. بالاخره یه مرد پیدا شد که قد علم کنه جلوی یه نامرد. ما این نامرد اونقدر قدرت داره که بخواد دودمان ما رو به باد بده. این حرفا حرفای تو نیست بابا. کسی چیزی گفته به تو؟ از طرف قوام؟ کسی؟ بله قوام. قوام؟ خود قوام؟ چرا حرف منو باور نمی کنید پدر جان؟ فکر می کنی کسی بتونه جلوی این مرد بیسته؟ هایدر خان، تو هم مثل برادرت برای من عزیزی، ولی هر دو خطا کردی. خطای اون روا بود و خطای تو ناروا. ناروا؟ یعنی من گناه کردم پدر جان؟ بله بله عزیز دلم. نامدار خان سرکشی کرد که نباید میکرد، ولی تو گوش کردی به حرف این مردک قلاش دغلکار. این موش صابون دزد وقتی دید که من به نمایندگی خوانین از جرثومه فسادی به اسم انگلیس شکایت کردم، جلوی همه خوانین سکه یه پول کرد منو. شدم مشروط چیه خائن
وطن فروش. وقتی خوب لعیده شدم حکم ایلخانی از من گرفت و داد به دشمنم، به شوکت خان. هر کس زیر سایه این مرد باشه جز شر و شرارت و نکبت هیچی نصیبش نمیشه. احساساتی شدید پدر جان، دارید مبالغه میکنید. نه پایدار خان، باور کن. ولی پسرم، بابا به قربانت. باور کن برادر، بیش از من زیر سایه این ماشین تکرار میکنم، نه وصیت میکنم، وصیت میکنم از این مرد برحذر باش. اگر مجبور به ملاقات شدی فقط دستشو ببوس و فرار کن. بابا به قربانت، این مرد بدتر از انگلیسی هست، باور کن. صحبت نامدار خان بود که یه قدم بیشتر با ایلخانی فاصله نداره. چقدر عالی، به نظرتون نمیرسه بهتره کمی استراحت کنیم؟ چرا بهتره بریم بابا. مرغم براش پوز بکنم. بگیر دیگه مادر. مادر نوشین ماد بخورید. کجا؟ اینو ببرم برای بچه ها. ناشتایی نخوردی؟ بشین تو، بده خودم. زحمت میشه؟ نه دست شما در نکن. بشین تو پیش بچه هات. برای بچه ها. دست شما در بکنم. ایوب دیده دوراب فضولی میکرده، امروز پیجوی حرفای پدر و پسر بوده. بچه من باید شاهد مثال بیارم تا پدر قبول کنه قابل اعتماد نیستین. خان راضی بشه بیرونش میکنم مادر. میدونم که با مستر نویل و قوام هم سر و سری داره. من همیشه تا اونجایی که میتونستم و در توانم بوده سعی کردم از قوام حذر کنم. وقتی دست محبت به سرت میکشه داره نقشه میکشه که چطور زمینت بزنه و هرچی داری مال خود کنه. عجب، این قوم در اصل از اول یهودی بودن. گویا زمان زندیه مسلمان شده، میگن اسلام آوردن. وقتی خودشونو به دربار نزدیک کردن و قدرت پیدا کردن به لطف علی خان زند خیانت کردن و شیراز و دو دستی تقدیم آقا محمد خان کردن. الانم
آنچنان یار غار انگلیس شدم که دیگه خود شاه هم جرأت نمی کنه به اینا دست بزنه. اینا ادعا می کنن مسلمانم، ولی نه، هنوزم یهودیم. و الا شیراز یهودی زیاد داره، همشونم در کنار هم با مردم به خوبی زندگی میکنم. عجب ساده لوح بودم من. وقتی میگم یغما نباید پیش کوچکانم باشه، برای همینه بابا من اصلا به اینا اطمینان ندارم. اینا همه جا هستن، هوای همم خوب دارم. دارم فکر میکنم میشه از قوام دور بود؟ میشه؟ اگه خودت خواهی میشه بابا. نمیدونم چرا از پشت ساختمون اومده، میخواد روبرو نشه با قوام. پس تا تو باهاش صحبت میکنی ندا به کوکب خانم بدم که قوامو بیاره سر راهش. اتفاقی؟ معلومه. دیدن یغما خانم اومدین؟ سلام. بله، هستن؟ بله، تشریف دارن. سلام. سلام. یغما جان تا هر وقت دلشون بخواد میتونن اینجا بمونن، قدمشون سر چشم ماست. بله، خیلی متشکرم. خاطر یغما جان انقدر عزیزه برای حضرت اشرف که فکر میکنم موافق باشن شما هم بیاین اینجا بمونین. شد که در گوشه ذهن حضرت والا جایی داری منوز. نازنینم مشکلی نیست من شما رو تنها بذارم؟ نه عزیزم. نگو یا اینجا زن من. زن تو؟ شوهر منم گروگانه توی قلعه دور. زن باید پیش مردش باشه. اگه مرد باشه مردش. یغما تو قلعه دور تو شوهر نبودی برای من. وسایل راحت و آسایش زن باید مهیا باشه، وگرنه زن برمیگرده خونه مردش. چی؟ مردش؟ هر زنی دوتا مرد بیشتر نداره. چی؟ شوهر یا پدر. پدر؟ پدر؟ نه هر کس. حضرت اشرف، نه هر کس. پدرم منو سپرد دست حضرت اشرف. شاید حس میکرد که تو از عهدش بر نمیای. گاه
کاری نکن غیرت من به جوش بیاد. تا الان خیلی کوتاه اومدم. بگذار به جوش بیاد. عالی. مرد میشه شوهرم. با اطمینان میرم زیر سایه او. نه شوهری که از پس 4 تا بچه مفنگی و یه مشنوکر قربان برمیاد. نازم میگه بچه. مگه اینجا بچه نیست؟ بچه آدم. تو صدا میشنوی از اینا؟ دیدی کسی مدام 4 تا بچه ریغو رو بکنه تو چشم تو؟ من اونجا یا هر جای دیگه مسائل آسایش تو رو فراهم میکنم تا برگردی پیش شوهرت، جایی که در شأن من باشه، جایی که ملک شوهر من باشه و احساس نکنم اونجا مهمونم. بهترین املاک بحیرآباد املاک پدر منه، من اونجا سهم دارم. باور نمی کردم اینقدر ساده لوح باشی. ببین پایدار خان، اینجا همه چیز مال برادرته. اگه خان نباشه تو این دنیا، به عنوان میراث چند تکه زمین میدن به تو و دهن تو میبندن. چرا؟ چون همه چیز شهادت میده قرار نامدار خان بشینه جای خان. نه، قرار اون صاحب همه چیز بشه، نه تو. از همه مهمتر، صاحب قدرت. نه، نامدار خان هیچ حقی رو باطل نمی کنه، من قسم میخورم. حق معلومه، وقتی همه چیز مال من باشه پا نمیگذارم روی حق. چقدر بدگمانی تو. بدگمان نه، واقع بین. خودتو دست کم گرفتی، ولی من میفهمم چه لیاقت ها که شوهرم نداره. بیخبر نیستی که انتخابای بهتری داشت پدرم، ولی ما تو رو انتخاب کردیم چون شک نکردیم که آینده تو روشنه و مقام تو بالاست، قیمت تو هم بالاست. خودتو نفروش به این چیزای بی‌ارزش. تو باید بیای اینجا پیش قوام. راه ترقی تو باز اینجا. تو قلعه دور نهایت خانی میشی مثل پدرت. این حد و مقام تو؟ نه، من قبول نمی کنم، چون دلسوز تو هم. باید دست تو بگیرم و بکشم بالا. تو رو باید بکنم تو رو از این نوکرایی یک لقبای قربال بند. دوباره شروع نکن. انتظار که نداری من بین قوام و پدرم قوام رو انتخاب کنم؟ انتظار دارم. در حد معقول و در مقام شوهرت جواب میدم انتظاراتت رو، تا بهانه ها منتفی بشه برای همیشه. پایدار خان داره میاد. خ...
خیلی هوای مطبوعی خوشم خانم. سلام و احترام دارم حضرت اشرف. سلام پایدار خان، مرد خانواده. چی شده کوکب خانم؟ انتظار نداشتیم پایدار خان رو اینجا ملاقات کنیم. اقبال ما بلنده، ایشون رو نمیدونم. چی شده؟ توقع نداشتیم پایدار خان رو ملول ببینیم. علال قاعده بعد از دیدار همسر باید سردماغ و کیفور باشی. شما نظر بدید حضرت والا، مرد بی دل و دماغ و خموده نمیشه وقتی زوجه کنارش نباشه؟ وقتی با بزرگان مسلک میکنی باید بزرگ باشی و بزرگی کنی. یغما نباید به عواقب بزرگی کارش فکر کنه؟ یغما از پشت کوه نیومده که بخواد به این چیزا فکر کنه. خب بله، ولی قربان. ولی نداره. یغما رو پدرش سپرده به من. راه و روش منم واضح و روشن. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. کوکب خانم، الان چند وقت به خان تیر زدن؟ هنوز هیچ کس مجازات نشده. اینقدر دست روی دست بگذارید تا یکی بیاد همه رو ببنده به گلوله. خودم. سر پا شدید کامل. به همت پسرای عزیزم. بیا پایدار خان، دیروز که از پیش زنش اومد اصلا حالش خوب نبود، رفت تو اتاق. هنوز که هنوز بیرون نیومده. دنبال میکنم. دوراب صلاح، نمیدونستید که من یا پایدار خان همراهتون بیایم امروز؟ نه، دوراب هست، مطمئنم بهش. ایوب. بله. پدر رو میسپارم به تو. چشم. به سلامت. امید خدا. نگاه نکن به من که تازه سرپا شدم. حواسم به همه چیز هست. ترد نشدی تو. بفرمون به شما خدمت کردم خان. اطمینان داشتم اگر خیانت نکنم قد نمیشه این حمایت. من هنوزم به تو اطمینان دارم. هیچ چیز عوض نشده، مطمئن باش. آثار و علائمی که میبینم خوش خبر نیستم. تا من زنده هستم حمایت میکنم از تو. سایه شما همیشه روی سر من بوده و هست. ولی دارن تصمیم میگیرم برای من. نمیذارم، نمیذارم. من همیشه حواسم به تو هست، مطمئن باش. ولی خب شک کردن به تو خطایی نکردم. من نباید بدون اجازه من یا نامدار خان کاری بکنی. چه
کاری؟ نباید ببینن سر خود رفتی ملاقات نوئل یا نمیدونم. جناب قوام، دیروزم که رفتی املاک کوکب خانم. وقتی سیلاب آدمو میبره چنگ میزنه به هر چیز. پناه شدم خوام، سر پیری توش و توانم تحلیل رفته، کسی رو ندارم جز شما. اگر عنایت شما هم نباشه هست خودت نباید پاره کنی تناب رو. دوراب حواس جمع کن، تو باید خانه نصیحت کنی نه برعکس. دیگران هر کس اصلا فقط برای نوکری میخوان تو رو. وقتی توانی نداشته باشی مثل تهمونده غذا دور میریزن تو رو. فقط خان قدر تو میدونه چون قدر شناسه. همیشه قدر خدمات تو رو میدونه، همیشه. ابر ما قرار گرفت خان. خیلی به شما مدیونم من. وقتی خدمت میکنم به شما اصل گذشته ها آرام و قرار پیدا میکنم. این قهوه عالی شده. قدغن کرده دکتر. تیر خوردن من سبب خیر شد، خدا رو شکر. نامدارم اومد و دل داد به کار. الحق که خوبم داره کارا رو پیش میبره. وقتی کار اینطوری به روال بره جلو، خب من و تو هم میرسیم به کارهای دیگه‌مون. به زودی فرق بین نامدار و شوکت معلوم میشه. وقت لباس ایلخانی به تن و قد و قوارش زار میزنه. درست میفرمایید، ولی بد نیست که همه جوانت رو خوب بسنجید. مثلا برم برای شما یک سیب بیارم. گفتم چی مثلا؟ به موقع میگم خدمتتون. وقتش الانه، بگو. به وقتش، چشم. میترسم الان قرض و مرضی بیاد رسد. این حرفا نیست، تنهاییم اینجا، راحت حرف بزن با من. دوراب، بفرمایید. سیب نمیخورم. برای اطلاع شما عرض میکنم فقط. خدای نکرده قصد اهانت ندارم به نامدار خان. خب وقتی برای بهرام بنده زاده رفتم خدمت حضرت قوام، پیغامی دادن که تا این لحظه نگفتم به شما. سیب. میشنوم. پیغام مربوط میشه به جلسه خوانی. گفتن که دیگه طاقتشون طاق شده. برای حضرت عادی پیغام فرستادن که پایدار خان رو بگذارید جانشینتون به جای نامدار خان. چرا دست دست میکنید؟ نه پیش تو لفافه، بگو ببینم چی شنیدی اونجا. جناب قوام فکر میکنه، یعنی ادعا میکنه که نامدار خان شده مشروطه چی؟ بگو اینن. گفتم خان نباید مسئولیت بده به نامدار خان. مشروطه مثل مرض مصری میمونه. خب خان باید دور باشه از مرض، باید آق کنه به سرش. آق
قوام غلط کرده که استغفرالله پشت سر پسرم خبرکشی کردن. امان امان از دست خبرچین. اگر خبر دروغ به جناب حضرت قوام نمیدادن، اونم حکم نابجا نمیداد. باور کن دوراب که این پسر مثل گل پاک و صادقه. نامدار از بچگی همیشه از من کتک میخورد. فکر میکنی چرا؟ چون همیشه خوراکیاشو میداد به بچه های فقیر. اکثرا وقتی میرسید خونه خودش گرسنه بود. وای همیشه فکر میکردم به جایی نمیرسه این بچه، ولی ببین با چه اقتداری ایلو داره هدایت میکنه. همه از اون راضی هن، حتی بهادر که باج نمیده به فلک. دچار سوء تفاهم شده حضرت قوام. سوء تفاهم. خودم باید برسم خدمت حضرت والا و یه جوری مجابشون کنم. آی آی دنیا، آی دنیا، تو این دنیا هیچ چیز وفا و بقا نداره. سلام پایدار خان. پدر خیلی نگرانت بود. تا کی میخوای چیزی نخوری؟ لااقل از این غذایی که من آوردم بخور. از دست خودم عصبانی بودم، گفتم سرایت نکنم. بگو عصبانی هستی از ما؟ مگه یکی نیستیم همه؟ تا کی باید دست رو دست بذاریم و کاری نکنیم؟ اینطور نیست حقا. ایل سامان گرفته، پدر هم درمان شده. الان تنها رفت سرکشی و خوشحال برگشت. میگفت عایدات ایل دو برابر شده. پس دست روی دست نگذاشتی. اینا به من ربطی نداره. سهم داری تو هم؟ سهم؟ من نه سهم دارم نه اختیار. یخما؟
اگر قرار باشه مملکت مشروطه اونجور اداره بشه که تو الان داری ایل پوسان رو اداره میکنی، همون بهتر که استبداد بمونه. اونی که دوام نمیاره دوامه و مستبدی. قهوهی که با محبت طبخ بشه در جست بره. علف هرزو باید از ریشه کند.